بینندگان عزیز، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. سازمان بنادر و مرزهای عراق امروز آمار جدیدی از ورود و خروج زائران خارجی از عراق به مناسبت زیارت اربعین حسینی اعلام کرد. علاءالدین القیسی، سخنگوی سازمان بنادر و مرزهای عراق، طی اظهاراتی گفت تعداد زائران خارجی وارد شده به کشور از اول ماه صفر تا 19 ماه صفر به 3,413,063 نفر رسید است. گفتنی است تعداد زائران خارجی که تاکنون از مرزهای خارج شدند 2,502,395 زائر بوده است. نیجریه دیروز شاهد مشایعه بزرگ عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت به مناسبت اربعین حسینی بود. گفتنی است این عزاداران از منطقه مارابا به سمت پایتخت ابوجا در هیئت و دسته‌های بزرگ حرکت نموده و ارادت و عشق خود به خاندان اهل بیت عصمت و طهارت علیه السلام را نشان دادند. شایان ذکر است این مشایعه از ساعت 9 صبح از بازار ماساکا آغاز شد و حدود 3 ساعت طول کشید تا به بازار بین المللی مارابا برسد. رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که در پی وقوع یک انفجار در نزدیکی مرکز پلیس در منطقه پیشین بلوچستان 2 کودک کشته و 14 نفر زخمی شدند. به گزارش جیو نیوز، وضعیت برخی از زخمیان این انفجار وخیم است. این انفجار روز شنبه 3 شهریور در نزدیکی دفتر معاون کمیسر منطقه پیشین رخ داده است. مقامات بنگلادش روز گذشته اعلام کردند تعداد قربانیان سیل در این کشور به 18 نفر رسیده است. بر اساس آخرین گزارش روزانه وضعیت بلایای طبیعی توسط مرکز ملی هماهنگی واکنش به بلایای این کشور زیر نظر وزارت مدیریت و امداد، نزدیک به 5 میلیون نفر بر اثر سیل در 11 منطقه در بنگلادش آسیب دیدند. این گزارش نشان می‌دهد که سیل در 7 منطقه دست کم 18 کشته بر جای گذاشته است. سازمان ملل روز گذشته اعلام کرد که از تکرار جنایات سال 2017 علیه اقلیت روهینگیا در میانمار بیم دارد و هشدار داد که یک تراژدی انسانی در ایالت راخین در حال وقوع است. فولکر تروک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، درباره وخامت شدید اوضاع در سرتاسر میانمار به ویژه در راخین هشدار داد و اظهار داشت صدها غیر نظامی در این ایالت به کام مرگ رفتند. وی در ادامه از دو طرف متخاصم، یعنی نیروهای ارتش میانمار و ارتش آراکان را مقصر این حوادث دانست و گفت از آنجایی که گذرگاه‌های مرزی به بنگلادش همچنان بسته است، مردم روهینگیایی خود را بین ارتش و متحدانش و ارتش آراکان گرفتار می‌بینند و هیچ راهی برای امنیت ندارند. گروهی از محققان در تحقیقی بین المللی سعی کردن میزان هوشیاری پنهانی بیمارانی را که به هر دلیلی به حالت کما رفته اما دچار مرگ مغزی نشدند بررسی کنند. نتیجه این پژوهش علمی نشان می‌دهد که حدود 1/4 این بیماران زمانی که با محرک‌های رایج محیط مثل صدای صحبت کردن روبرو می‌شوند، فعالیت اکسیژن رسانی مغزشان در نواحی مربوط به ادراک این ورودی‌ها افزایش می‌یابد. به این معنا که شاید آنها بدون اینکه امکان پاسخگویی به محرک داشته باشند، از شرایط اطراف خود آگاهی نسبی داشته باشند.